سلام خوبین الان داشتم این قطعه رو نگاه می‌کردم که عجب قطعه واسه اینکه باهاش آنالیز کردن رو بهتون آموزش بدم من خودم از آنالیز کردن خیلی استفاده می‌کنم بهم خیلی کمک می‌کنه که قطعه رو خیلی سریع از روی کاغذ به ساز انتقال بدم و همینطور باعث میشه که مثلا وقتی دارم آهنگسازی می‌کنم از اون تکنیکایی که یاد گرفتم تو قطعه ها تو آهنگسازی استفاده کنم یکم بیاین جلوتر با هم دیگه بررسیش کنیم خیلی باحاله ببین الان تو این قطعه سرکلیدمون دیزو بمالی نداره از طرفی قطعه هم با دو شروع شده و تو انتهام که حالا الان تو کارت نیست تو انتهام همون نوت پایانیمون باز دوه پس من بین دو ماژور و لامینور دو تا گامی که دیز بمل ندارن میام دو ماژور رو انتخاب میکنم حالا ببین تو میزان اول نوتایی که داریم ما تو میزان همش دو دومی، می سل دو می دو دومی، سل دومی. اینا برای من تدای کننده آکورد دو ماژوره یعنی اینکه ما الان تو گام دو ماژور هستیم معمولا قیتمون هم معمولا با همون آکورد اسم تونیک گام شروع شده و من این میزان تشخیص میدم دو ماژوره پس رو سازم راحت آکورد دو ماژور میگیرم و میزان اولو میزنم میریم سراغ میزان دوم میزان دوم نوتا هست ر سی فا سول سی فا سولو سی و ره برای من تدایی کننده یه آکورد سول ماجوره حالا این فا چیه اینجا؟ این فا همون هفت آکورد سول ماجوره چون تو گام دو ماجور هستیم پنج گام دو ماجور میشه سول ماجور دیگه سول ماجور معمولا به صورت هفت بیاد یعنی میشه سول سی ره فا هفتمین نوت نسبت به سل بهش اضافه شده پس اسم این میزان، اسم آکورد این میزان میشه آکورد سل ماژور هفت، سل سی رفا میزان بعدی رو نگاه میکنم، میزان بعدی دوباره نوت هم ببین سل دو می سل دو، سل می، دو سل، همش سل و, و میه پس اینجا هم باز همون آکورد دو ماژوره، فقط نکتهش اینه که با می شروع شده که این بهش میگی معکوس، بعدا در رو میدم بعد میریم میزان بعدی دوباره ر سی فا که همون میزان بالاییه پس با این تکرار شد چون من اینو آنالیز کردم دیگه اینم سریع تشخیص میدم تو میزان بعدی دوباره دو دو می پس باز هم دو ماجور چقدر ساده است دیگه اینجا رو نکن شده سی ر می سول دیز ر و, و سی تدایی کننده آکورد می ماجور هم برای ما و اون ری که وجود داره باز همون نسبت به می ماژور هفتم آکورد می ماژور یعنی اگر می هفت رو بریم جلوتر نوت هفتم بهش اضافه کنیم ری بهش اضافه میشه پس می سل سی و ری میشه اکورد آکورد می ماژور هفت اگه بیایم میزان بعدی تو میزان بعدی این دفعه نوتمون هست لا دومی لا دومی که همون تدایی کننده آکورد لا مینور دیگه لا مینور نوتاش هست لا دومی پس حالا دیگه ادامه‌ش هم به همین شکل میره جلو پس اگه شما گام آهنگ رو اول از سر پیدا کنید و بدونید که توی هر گامی چه آکوردایی وجود داره من اینا رو رو توی بخش تئوری گذاشتم مثلا تو گام دو ماژور آکوردامون هست دو ماژور ر مینور می مینور، فا ماژور سول ماژور لا مینور سی کاسته وقتی اینا رو میدونم دیگه تو قطه سری پیداشون میکنم و فقط میبینم که نوتاش چیه پیدا میکنم و راحت روی سازم اون آکورد رو میگیرم پس میبینید چقدر کمک میکنه آنالیز کردن به اینکه من بتونم سری نوت رو رو کاغذ انتقال بدم روی ساز خلاصه اینکه این, آنالیزه خیلی بهمون کمک میکنه که هم روی ساز سریعتر دیتا رو انتقال بدیم از کاغذ به ساز و همین که حالا برای آهنگسازی هم خیلی مفیده اگه فکر میکنید که این ویدیوها برات مفیده حتما نوتیفیکیشن پیج من رو اکتیف کن که ویدیوهای بعدی هم سریع در اختیارت قرار بگیره مرسی فعلا خدافزی